اول از دنباله های مختلف شروع کنیم. ببینید شما همه دنباله حقیقی رو دیدید، دنباله اعداد حقیقی قبلا توی ریاضی عمومی گفتید xn چه میدونم an، اینا دنباله های اعداد حقیقی بودن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا a0 a1 a2 a3 الاخر، همه اینا چی بود؟ عدد حقیقی بودن. و میگفتید مثلا این دنباله حد داره، حدش هم آه، این شکلی میگفتید آن، ان به سمت بی نهایت میشه آ، که دوباره خود این آ هم یه عدد حقیقی. این دنباله عدد چی بود؟ حقیقی بود. حالا با همین تعریف دنباله عدد مختلف داریم، با این فرض که اعدادی که داخل این دنباله هستن دیگه حقیقی نیستن. میگیم دنباله اعداد مختلف Zn که چیان؟ مثلا Z0 Z1. حالا 0 رو من از اینجا بردارم که حتی دنباله رو الان داخل متن Z0 گذاشتم. عرض میکردم که Z1 Z2 Z2 Z3 الاخر. خب این زد آی ها این دفعه توی چی هم؟ توی اعداد مختلط هم. به این میگیم دنباله اعداد مختلط. پس تنها تغییری که کرده دنباله این اعداد از عدد حقیقی شده عدد مختلط. همون تعریفی که برای حد اعداد حقیقی داشتیم برای حد دنباله های حقیقی هم داریم. بگیم حد دنباله زد ان وقتی ان به سمت بی نهایت میل میکنه میشه چی؟ میشه زد صفر. و میگیم دنباله زد ان به عدد زد صفر همگراست. معذرت میخوام یه سوال بپرسم، الان صدا نویز داره؟ چون یه جلسه قبل میگفتید نویز داره. میخوام ببینم از اینترنت، از دیوایس، الان مشکلی نداره؟ آه مرسی، ممنون. خوبه، برای همه خوبه، پس نویز نداره. بسیار عالی، دستتون درد نکنه. خب اما چطوری میتونیم حد یه دنباله مختلط رو پیدا کنیم؟ دوباره کافیه بیاید قسمت حقیقی و موهومی اون دنباله رو جدا کنید، چون حد دنباله مختلط وابسته میشه به حد دنباله قسمت حقیقیش و دنباله قسمت موهومیش. عدد مختلط یادتونه؟ گفتید یه قسمت حقیقی داره یه قسمت مختلط. دنباله مختلط هم همین شکلیه، تابع مختلط هم همین شکلی بود، یه قسمت حقیقی داره یه قسمت مختلط. جدا کردن این قسمت حقیقی و مختلط در محاسبه حد به ما کمک میکنه. چرا؟ کافیه بیایم حد دنباله xn قسمت حقیقی رو حساب کنید، حد دنباله yn قسمت موهومی رو هم حساب کنید، اون وقت حد دنباله مختلطتون به دست میاد. به این صورت میشه x0 به اضافه i y0. مثال این الان یه دنباله مختلط دیگه، درسته؟ این قسمت xn، این قسمتی که براتون مشخص کردم yn، یعنی قسمت حقیقی، قسمت حقیقی این دنباله، اینجا هم قسمت موهومی این دنباله. درست؟ من میخوام حد دنباله zn رو حساب کنم دیگه، کافیه بیام حد xn رو به دست بیارم، یعنی n به سمت بی نهایت بزرگترین توان صورت و مخرج که n دو هست، ضریبش میشه 1/3. yn هم به همین صورت، بزرگترین توان صورت و مخرج n، حدش میشه 2. این عبارتی که الان اینجا حساب کردم همون x0، این هم همون y0. پس حد دنباله میشه چی؟ z0. میشه x0 به اضافه i y0 که میشه 1/3 به اضافه 2i، عبارتی که اینجا نوشته شده. پس من اگه بخوام قسمت حقیقی و مختلط اگه بخوام حد دنباله مختلط رو حساب کنم، کافی قسمت حقیقی و موهومیش رو جدا کنم، حد دنباله قسمت حقیقی و موهومیش میشه حد اون دنباله. خب تا اینجا اگر نکته ای هست بفهم.
اگه یکیش حد نداشت، اگه یکیش حد نداشت اون دنباله اصلا حد نداره. اگر یکی از دنباله های حقیقی یا موهومی حد نداشت، اون دنباله مختلطه حد نداره. خب اما سری عددی مختلط نیا کنید، دوباره این اعداد حقیقی باز خاطرتون هست، یه سری از اعداد حقیقی به این صورت معرفی می شد که آن یه دنباله حقیقی بود. یعنی چی؟ یعنی تک تک عناصرش اعداد حقیقی بودن. حالا یه دنباله، حالا یه سری مختلط به این صورتی که جمله عمومیش، به این گفتیم جمله عمومی دیگه، آن میشه جمله عمومی سری، جمله عمومی یا دنباله عمومی یا جمله عمومی سری. توی سری های مختلط هم به همین صورته، یک سری مختلط به این صورتی که جمله عمومی سری دنباله مختلطه. همین دنباله هایی که مثال هایی که بالا داشتیم، همون معرفی از دنباله های مختلطی که الان داشتیم. این دوباره سری های حقیقی، سری حقیقی رو چه موقع میگفتیم همگراست؟ میومدیم یه جمع جزئی، حاصل جمع جزئی از اون سری میگرفتیم. یعنی چی؟ یعنی از بی نهایت اینو ترانکیتش میکردیم، قطعش میکردیم به ان تا جمله، به این میگفتیم حاصل جمع جزئی، حاصل جمع جزئی سری. ببینید خود سریه به بی نهایته، خب کران بالاش بی نهایته، اینا یه جا قطع میکنیم، ترانکیتش میکنیم، میشه انتا. این انتا جمله رو میگیم حاصل جمع جزئی سری. حالا فرض کنید که این مجموع، این مجموع جزئی اسمش SN باشه، میگیم این سری مختلط به عدد S همگراست اگر حد این دنباله SN به S همگرا باشه. این N بزرگه تغییر میکنه. N بزرگه چیه؟ تعداد جملات این سری است که ترانکیت کردید. خب حالا این تعداد رو که ترانکیت کنید، مثلا N رو میذارید 10، 20، 30، 45، 60، 70، خب این تغییر میکنه، یه دنباله به شما میده. نگاه کنید این شکلی S1، S2، S3، این الان یه دنباله است. وقتی این N تغییر میکنه و میگید این سری، سری بی نهایته به S همگراست اگر حد این دنباله به S همگرا باشه. این تعریف چی بود؟ تعریف همگرایی سری بود. حالا تو اعداد حقیقی دنباله یا جمله عمومی سری از اعداد حقیقی بود، توی اعداد مختلط از دنباله های مختلط استفاده میشه. حالا نکته اینه، همیشه محاسبه این سریه کار سختیه، یعنی شما بخواید مجموع جزئی حساب کنید و حدش رو حساب کنید کار سختیه، ولی خب این تعریف دیگه. میام یه قضیه معادل داریم برای این، من میخوام ببینم که این سری به چه عددی همگرا هستش. خب میتونم بیام دوباره از قسمت حقیقی و موهومیش استفاده کنم. یعنی چی؟ سری n از یک تا بی نهایت zn دنباله zn از اعداد مختلفه، یعنی یه قسمت حقیقی داره یه قسمت موهومی. من میام این سری رو بذارید اینجا بنویسم، n از یک تا بی نهایت zn رو میتونم بنویسم n از یک تا بی نهایت xn به اضافه i n از یک تا بی نهایت yn. درسته؟ اون سریه به این صورت تبدیل میشه. حالا من میخوام مقدار همگرایی این سری رو بدونم دیگه، به چه عددی همگرا میشه سری مختلطه. کافیه ببینم این سری حقیقیه، سری اعداد حقیقی، این قسمت حقیقی، دو تا حقیقی پشت سر هم شد، این به چه عددی همگراست و این سری حقیقی قسمت موهومی به چه عددی همگراست. اگر بتونم حد این دو تا سری رو حساب کنم، حد اون سری مختلط رو میتونم به راحتی حساب کنم با استفاده از این. S1 مقداریه که این سری قسمت حقیقی بهش همگراست، S2 مقداریه که اون سری موهومیه بهش همگراست. اگه این دوتا مقدار S1 و S2 رو بدونم، میتونم مقدار اون حد سری مختلطه رو حساب کنم، دیگه از اون مجموع جزئی استفاده نکنم.
به عنوان مثال گفتن همگرایی این سری رو بررسی کنید و ببینید به چه عددی همگرا هست. خب من این سری رو واضحه میتونم به دو تا قسمت حقیقی و موهومی تقسیمش کنم، جداش کنم. این دو تا سری الان ملاحظه میکنید دو تا سری همگرا هم هستن از اعداد حقیقی، میدونید یک به روی n2 و سری یک به روی n3 هر دو هم همگرا هستن. چون این دو تا همگرا هستن پس اون سری مختلطه هم میشه همگرا. سری قسمت حقیقی همگراست، سری قسمت موهومی هم همگراست، پس این سری مختلطه میشه همگرا. اگر یکی از این سری ها واگرا بود، یعنی قسمت حقیقی یا موهومی سریش واگرا بود، اون وقت دیگه سری مختلطه هم همگرا نیستش. همگرایی سری مختلطه مشروط به اینه که هر دو تا سری قسمت حقیقی و موهومی همگرا باشه. اگر بفرمایید آقای رفسنجانی. برای واگرایی، بله برای واگرایی یه نشون بدید یکیش واگراست کلا اون سری مختلفه واگرا میشه. خواهش می‌کنم از این صفحه اگر نکته‌ای هست بفرمایید. خواهش میکنم. خب اما آها، مثلا اینجا گفته این سری همگراست یا واگراست. این سری رو اگر ملاحظه کنید فقط قسمت چی داره؟ موهومی داره. این سری فقط قسمت موهومی دارد. فقط قسمت چی داره؟ موهومی داره. قسمت موهومیش رو اگر ملاحظه کنید توی جمله عمومیش، یعنی این رشد مخرج از رشد صورت بیشتره، سریتون میشه یک سری همگرا. با آزمون ها میتونید مقایسه کنید، با آزمون نسبت هم میتونید این رو ثابت کنید که این سری همگرا هستش. نکته اینه که فقط سری قسمت موهومی داره و فقط کافی همگرایی این رو بررسی کنید. این سری هم که با آزمون نسبت میتونید راحت چیزش رو بررسی کنید، حد آن به اضافه یک به آن رو میتونید چک کنید و مقدارش رو بررسی کنید، کوچکتر از یک و همگرا میشه. این هم از این مورد. مثل سری های حقیقی، اگر سری قدر مطلق Zn همگرا باشه میگید سری Zn همگرای مطلقه، همون تعریف همگرایی مطلق که توی عدد حقیقی هم داشتید. فقط اونجا به جای Zn مثلا به شما گفته بودن سری An همگرا، اون وقت میگن این سری An همگرای مطلقه. این همون تعریف همگرایی مطلقه که توی اعداد حقیقی داشتیم توی اعداد مختلط هم داریم. قضیه بعدی همون شرط لازمه که توی سری های حقیقی هم داشتیم. شرط لازم برای همگرایی سری اینه که حد جمله عمومیش صفر بشه. توی اعداد حقیقی هم اینو داشتیم. قبل از اینکه همگرایی سری رو بررسی کنیم باید ببینیم حد جمله عمومیش صفر هست یا نه. اگر صفر نبود کلا سری واگراست. مثلا این مثال رو اگر ملاحظه کنید، این الان جمله عمومیه، حد جمله عمومی صفر نیستش، میشه چند؟ میشه یک. چون حد جمله عمومی صفر نیست پس این سری هم همگرا نیستش. ببینید حد xn تون n به سر، چون من این پایین دوتا رو با هم نوشتم، شاید که مثلا این آیه البته براتون سوال بشه که چرا با هم نوشتید، جدا هم بکنین n منهای 1 n به اضافه 1 حد yn n به سمت بی نهایت میشه حد n به سمت بی نهایت 1 به روی n2 صفره. خب پس زدتون میشه 1 به اضافه i صفر میشه 1، مخالف صفره. چون حد جمله عمومی مخالف صفره کلن این سریه میشه سریه واگرا. خب از اینجا نکته ای
اگه حد جفت صفر بشه که لزوماً همگرا نیست. نه نه، شرط لازمه برای همگرایی سری، این شرط لازمه. اگه این شرط نداشته باشه همگرا نیست، ولی اگر شرط رو داشته باشه تازه باید با اون آزمونا بررسی کنیم که آیا سری همگرا هست یا نه. خب، اما سری های توانی، سری های توانی به این صورت هم که ببینید، من اول سری عددی رو برای شما معرفی کردم. سری عددی مختلف یعنی چی؟ این شکلی بود n از یک تا بی نهایت zn، که zn عدد مختلف بودن دیگه، z1 z2 الاخر، zi ها عدد مختلف، عدد مختلط بودن، توی مجموعه سی بودن. سری توابع مختلط به این صورته که جمله عمومی سری شما یه تابع هستش، تابعی از زده، درست؟ مثلا من میخوام مثلا اینجا یه مثال بزنم، n از یک تابی نهایت، به عنوان مثال مثلا زد دوم به توان n، درست؟ اگر جمله عمومی رو ملاحظه کنید، جمله عمومی شما چیه؟ یه تابع مختلفه. زد دوم خودش یه تابع هستش. ولی برای سری های عددی مثلا n به اضافه یه، حالا یه چیزی هم دارم مثال بزنم که همگرا نشه، یک انوم به اضافه i به روی n2 مثلا. خب ببینید الان مثال بالا رو با مثال پایین مقایسه کنید. مثال بالا سری عددیه، جمله عمومیش رو نگاه کنید، n داره مقدار میگیره عدد میشه. سری پایینی رو اگر ملاحظه کنید، جمله عمومیش تابع است، n که مقدار بگیره یه تابعی به شما میده، مثلا z دوم، z دو چهارم، z سه هشتم مثلا الاخر. می‌بینید الان جمله دو این سری رو باز کنید عدد میشه، این سری رو باز کنید تابع میشه. پس فرقشون، خواستم اینو ببینید، البته میدونم که واضحه ولی خب باز با توضیحات بیشتر میگم. جمله عمومی یک سری توابع مختلط یه تابع هم هستش. حالا این سری تابعی رو چطوری میگیم همگراست؟ این آر، آر عدد حقیقی نیست، روی ناحیه آر، ناحیه، روی ناحیه آر، ریجن، روی ناحیه، عدد حقیقی نیستش، اسم اون ناحیه است. روی آر همگرا میگن اگر سری برای هر عدد زد صفر عضو آر به اس زد صفر همگرا بشه. ببینید سری تابع است. خب من میخوام همگراییش رو بررسی کنم، اصطلاحا میگن همگرایی نقطه به نقطه. باید یه زد صفر، یه نقطه بهش بدم، این سری تابعی میشه یه سری عددی. حالا همگرایی سری عددیه رو بررسی کنم. به خاطر همین میگه برای هر زد صفری که عضو آر هست به اس زد صفر همگرا میشه. میگن این سری چیه؟ یه سری توانی، یک سری توابع مختلط همگرا هستش. به این صورت. پس برای هم بررسی همگراییش من باید نقطه به نقطه بهش مقدار بدم. مثلا تو اون زد صفر رو مثال میزنم، و یعنی اینا آنالیزی و تحلیلیه، با عددی نیست. مثلا زد صفر رو میدم آی، زد صفر رو میدم یک، زد صفر رو میدم صفر. همه اینا باید توی چی باشن؟ توی اون آره باشن، توی اون ناحیه آره باشن. خب نقطه به نقطه من بهش مقدار میدم، سری توابع میشه سری عدد، مثل بالاییه میشه وقتی بهش به زد مقدار بدید. اگر این سری همگرا بشه اون وقت میگه که سری اون تابع مختلطتون هم همگرا هستش. خب واضح شد دوستان این قسمت؟ تصویر نیست؟ شاید باید ریفرش کنین آقای بابا خان. خب همه دوستان این رو متوجه شدن؟ نکته اگر جایش براشون ابهامه بگید توضیح بده. خیلی. اما دوباره همگرایی
این سری توابع مختلط به همگرایی قسمت حقیقی و موهومیش برمیگرده. این هم یه توابع مختلط دیگه، یعنی یه قسمت حقیقی داره و یه قسمت مختلط. اگر سری قسمت حقیقی و سری قسمت موهومی توی اون ناحیه آر همگرا باشه، میگیم که این سری توانی همگرا هستش. پس ببینید همه چیزا توی توابع مختلط برمیگرده به قسمت حقیقی و موهومی. هر پیوستگی دنبال حد سری چیز خود همگرایی سری، همه چیزا برمیگرده به قسمت حقیقی و موهومیش، یعنی اون قسمت جداسازیه باید درست انجام بشه. اما بررسی همگرایی این سری توانی با یه آزمون نسبته که آزمون نسبتش به طور شکل شبیه به همون آزمون نسبت سری های عددی هست، ولی یه تفاوت کوچولویی داره. این آزمون نسبت همگرایی، آزمون نسبت برای همگرایی سری توابع مختلط هستش. خب یه آزمون نسبت توی سری های عددی هم داشتیم، این با اون یه خورده متفاوته. الان میبینید اول اینکه این حد رو باید حساب کنیم. خود حد n به سمت بی نهایت قدر مطلق fn به اضافه 1 تقسیم بر fn، باید این رو حساب کنیم. اگر pz کوچکتر از 1 بشه، این حد pz کوچکتر از 1 بشه همگراست. حالا من ایشی از شما بپرسم، pz اگر مساوی اگر کوچکتر از 1 بشه اکید همگراست، اگر اکید بزرگتر از 1 بشه واگراست، و اگر مساوی با 1 باشه نتیجه‌ای ندارد. خب حالا من یه سوال از شما بپرسم، الان به قیافه پی زد نگاه کنید. پی زد معرف چیه؟ چی به شما میگه؟ پیز عدد تابع است شکل چیه؟ تابع. آره خیلی درست، تابع است، تابعی از زد هم هست. حالا این پیز کوچکتر از 1، بزرگتر از 1، مساوی با 1 توی توابع مختلط چه معنی میداد؟ یادتونه؟ حدش نه بید پیزت مساوی با حد این به سمت بی نهایت قدر مطلق یا اندازه از یه تابع مختلط. خب حالا این اندازه مثلا کوچکتر از 1 شده، بزرگتر از 1 شده، داره چی به شما میده؟ آر نه عدد نه بذارید راه نماییتون کنم. ببینید مثلا عدد نه آفرین، یه مکان هندسی، دقیقا دنبال این بودم. پی زد توی اعداد مختلف وقتی از اون پی زد میگفتیم کوچکتر از یه چیزی، بزرگتر از یه چیزی، به ما چی میداد؟ به ما مکان هندسی میداد. خب الان پی زد های کوچکتر از یک یه مکان هندسیه، جایی رو مشخص میکنه که سری همگراست. پی زد های اکیدن بزرگتر از یک یه مکان هندسیه، جای رو مشخص میکنه که سری واگراست. اندازه پی زد مساوی با یک هم نتیجه ای نمیده. حالا بیایید تو مثال. پس این پی زد، پی زدی که اینجا هست اگر ملاحظه کنید، ببینید حد قدر مطلق یا اندازه است، درسته؟ این که اندازه توی اعداد مختلف میذارید مکان هندسی به شما میده. دقیقا مثلا گفته ناحیه همگرایی این سری رو حساب کنید. ببینید سریه یه سریه چیه؟ توابع مختلطه. چون جمله عمومیش رو نگاه کنید به چی وابسته است؟ به زد وابسته است. یعنی fn زدتون میشه 1 به روی n2 زد به اضافه 1 زد منهای 1 به توان
n منهای 1 این f n شما. خب آزمون نسبت میگه که بیا اول این کسر رو حساب کن، f n به اضافه 1 تقسیم بر f n. این دیگه ساده است، این تقسیم رو انجام بدید n 1 این 2 ببخشید این n 2 این تقسیم رو انجام بدید، n رو به سمت بی نهایت میل بدید، حاصلش میشه چی؟ عبارتی که اینجا ملاحظه میکنید، این پی زده درست؟ این مقدار پی زده، پی زد میشد حد n به سمت بی نهایت این عبارته. ببینید این پی زده درسته؟ داخل چیه؟ داخل یه اندازه هستش، داخل یه اندازه است. خب حالا میگه که اگر پی زد اکیدن کوچکتر از یک باشه همگراست، در ناحیه‌ای که پی زد اکیدن بزرگتر از یک باشه چیه؟ ماگراست. این داره به شما چی میگه؟ داره یک مکان هندسی رو مشخص میکنه. همه زدهایی که تو این رابطه ست میکنم جاهایی هم که سری همگراست، ناحیه‌ای که سری همگراست، اندازه زدهای به اضافه یک تقسیم بر زد منهای یک اکیدن بزرگتر از یک، ناحیه‌ای که سری واگراست. اما برای اندازه زد مساوی با یک گفتیم چیزی نتیجه این آزمون نمیده، اینو باید بیایم جدا حساب کنیم. چه شکلی حساب میکنیم؟ از اون همگرایی مطلقه استفاده میکنیم. یادتونه گفتیم اگر سری FNZ همگرا باشه، سری FNZ همگرای مطلقه، درسته؟ اگر سری قدر مطلق FNZ همگرا باشه، بگیم سری FN همگرای مطلقه. خب حالا میخوایم بیام از همین مفهوم همگرایی مطلقه برای حالتی که این اندازه پی زد مساوی با یک میشه استفاده کنیم. چه کار میکنیم؟ میام این سری رو حساب میکنیم، سری n از یک تا بی نهایت قدر مطلق f n z. حالا ممکنه این سوال تو ذهنتون پیش بیاد که چرا به این نتیجه رسیدیم. ببینید اینجا نگاه کنید، پی زدتون رو، پی زد رو اندازه زد به اضافه یک تقسیم بر زد منهای یک، درسته؟ جمله عمومی سریتون هم نگاه کنید دقیقا همین عبارت رو دارید، فقط فرقش اینه که داخل اندازه قدر مطلق نیستش. پس من اگر بیام سری قدر مطلق FN رو حساب کنم، این قدر مطلق خود به خود میره داخل این، داخل اینجا، و این جمله پی زده که اینجا داشتم خودش به خود ایجاد میشه. به خاطر این اومدیم از مفهوم همگرایی مطلق استفاده کردیم. پس یه بار دیگه، چرا میخوام همگرایی سری قدر مطلق FNZ رو به دست بیارم؟ چون اومدم پی زد رو نگاه کردم، دیدم این عبارته، قدر مطلق زد به اضافه یک تقسیم بر زد منهای یک. خب یه نگاه به خود سری هم میندازم، میبینم دقیقا همین عبارت رو دارم ولی بدون قدر مطلق. پس اگر بیام سری قدر مطلق FN رو حساب کنم، یه جورایی اون پی زد توی قدر مطلق هم ایجاد میشه. پس اومدم اینو حساب کردم، ملاحظه کنید سری قدر مطلق FNZ مساوی میشه با یک به روی n2 که یه عبارت مثبت از قدر مطلق میاد بیرون، ولی اون عبارت مختلفتون میاد داخل قدر مطلق یا همون اندازه. دارم چه حالتی رو بررسی میکنم؟ حالتی که این عبارت مساوی چی باشه؟ مساوی با یک باشه. پس من اینجا به جای این عبارت میتونم چی بذارم؟ عدد یک رو بذارم. سری قدر مطلق Fn تبدیل میشه به سری یک به روی n2. سری یک به روی n2 یک سری حقیقی همگرا هستش. پس سری قدر مطلق Fn همگرا میشه، یعنی سری Fnz همگرا هستش. در نهایت این سری کجاها همگراست؟ سری برای اندازه زد به اضافه یک زد منهای یک کوچکتر مساوی با یک همگراست. چرا؟ کوچکتر از یکش رو که آزمون نسبت گفت، مساوی با یکش رو هم که از همگرایی مطلق نتیجه گرفتم، و برای زدهای بزرگتر از یک زد به اضافه یک زد منهای یک اکیدن بزرگتر از یک، این سری واگراست. به این صورت حالا هر جاش که فکر میکنید براتون سواله بگید توضیح بدم. Thank you.
حله برای بقیه هم حله. خیلی بریم پس ادامه بفرمایید آقای هاشمی. آقای هاشمی یه چیزی می نوشتن و بگم سوال دارم. خب اما بریم سراغ سری توالی که ورودی به سری تیلور در اعداد مختلط. یه سری توالی یه سری از توابع مختلط به این صورت، به این میگن سری توالی. ولی اگر ملاحظه کنید سری توابع مختلط دیگه، جمله عمومیش تابع هستش، تابع آن زد منهای زد صرف به توالی. این رو اصطلاحا بهش میگن سری توالی. زد صرف یه عدد مختلط، آن هم یه دنباله مختلط. زد صرف عدد مختلط، ان شمارنده سری عدد طبیعیه، آن هم یک دنباله مختلطه. این رو میگن یک سری توالی، سری آن زد منهای زد صفر به توان ان. با آزمون نسبت میتونیم همگرایی این سری رو بررسی کنیم. چه شکلی؟ به این صورت، حد ان از ان به سمت بی نهایت اندازه آن به اضافه یک به آن. این عبارتی که الان اینجا ملاحظه میکنید دقیقا از همون آزمون نسبت سری توابع مختلط به دست اومده، چیز جدیدی نیست. فقط اگر ملاحظه کنید همگرایی سری توالی به این دنباله آینه مربوط میشه به خاطر این حالت خاص زد منهای زد صفری که اینجا وجود داره. خب اگر پی مساوی با صفر باشه، این آزمون نسبت برای سری توالیه. ببینید فرق میکنه، اگر پی مساوی با صفر باشه سری برای همه زدها همگرای مطلق. پس اگر حدتون، حد این دنبال، این قدر مطلق آن به اضافه یک به آن که به جمله آن سری توانی وابسته هست، اگر این صفر بشه سریتون سری توانی همگرای مطلق. اگر به پی بین صفر و بی نهایت باشه برای همه زدهایی که توی این دایره قرار میگیرن، ببینید این دایره است که یه دایره‌ای به مرکز زد صفر و شعاع چی؟ یک پیوم. همه زدهایی که داخل اینن همگراست، زدهایی که خارج از این دایره هستن واگراست. برای چه موقعی؟ پی اکیداً بزرگتر از صفر و کوچکتر از بی نهایت. برای پی مساوی با بی نهایت، یعنی اگر مقدار این حد بی نهایت بشه، سری فقط در زد مساوی با زد صفر همگراست، بقیه جاها واگراست. تنها نقطه ای که همگرایش میشه نقطه زد صفره. برای سری توانی یه شعاع همگرایی داریم که دقیقا همین شعاع یک پیومه هست، این رو میگیم شعاع همگرایی. و یک قرص همگرایی داریم، این رو میگم قرص، نه قرص، قرص همگرایی. این چون دایره هست، معمولا دایره رو توی لفظ قدیم قرص هم میگن، به جای قرص میتونید دایره هم بزنید، دایره همگرایی یا قرص همگرایی. زد منهای زد صفر مساوی با پی، اینو میگن قرص همگرایی. پس اگر چیز داشتیم، یه سری توانی داشتیم، یه شعاع همگرایی داریم، یه دایره همگرایی و یه قرص همگرایی. خب تا اینجا نکته ای؟ البته من اینجا دایره نوشتم ولی
حالا تو این لفظ بینش تفاوت قائل شده، این همون پس قرص در نظر بگیریم، ترسم دوتا با هم اشتباه بشه. ببینید این حالت مساویش و دایره اونو میگه قرص، ولی اکیدن کوچکتر از یک رو میگه قرص همگرایی. هر دور هم میشه یکی گفت، یعنی برای ما بیشتر قرص همگرایی مهمه تا دایره همگرایی، چون این ناحیه داخلش مهمه تا روش. ولی حالا با لفظ کتابا پیش بریم اینا رو از هم جدا کنیم، اینو بگیم دایره مساویش رو، کوچکتر مساویش رو بگیم قرص، ولی هر دور هم میشه دایره گفت. فرقش فرق چی با بالایی؟ یعنی دو، عبارت دو با این خطه اگر عبارت دو منظورتونه، دو جای رو میگفت که سری همگراست، جای رو میگفت که سری واگراست. پایینی تعریفه، یعنی اون یک پیوم رو میگه شعاع، اون جایی که سری همگرا هست رو میگه قرص همگرایی، براش یه اسم گذاشته. آها این دو مدل سری است. اولیه ببینید، اولی این شکلی بود، سری FN Z. خب این سری توابع مختلفه، این سری AN Z منهای Z صفر به توان N هم سری توابع مختلفه، خب با همون تعریفی که داشتیم. حالا چون این یه حالت خاص هست، Z منهای Z صفر به توان N بهش میگه سری توانی. چرا؟ چون Z داره به توان میرسه، اعداد Z داره به توان میرسه، ولی اون بالایی رو نگاه کنید لزوماً Z به توان نمیرسید. جمله عمومیش رو نگاه کنی فرق میکنه، این همون آینه است ولی این تابع زده متفاوته. مثلا این الان یه سری توانی میشه، به عنوان مثال یک به روی n دو زده منهای یک به توان مثلا به توان n، این الان یه سری توانی هستش، ولی اون بالایه مثال بالایه دیگه سری توانی نیستش. ببینید توی مخرج زده منهای یک داره، اگر زده به اضافه یک به توان این منهای یک بود فقط اونم میشد سری توانی. اون رو در حالت کلی میگیم سری توابع مختلف، سری هایی که این شکلی باشن میگیم سری توانی، در صورتی که سری توانی خودش یه سری از توابع مختلف. خواهش میکنم. خب ادامه بدم، سوالی داریم؟ بله. خب حالا یه خواهش میکنم استراحتی هم کرده باشیم. حل تمرین، ببینید واقعیت اینه این درس ریاضی مهندسی، حالا برخلاف معادلات، چون معادلات هم سه واحدی و سرویسه، حتی این مال قبل از این بود که اصلا من بیام همین کردیم، ریاضی مهندسی تی ای نداره، معادلات تی ای داره، یعنی تو پورتال ثبت میشه شما انتخاب میکنید. بعد واقعیت اینه که هزینه که به تی ای میدن خیلی بیشتر از هزینه ای که به حل تمرین میدن. بچه هایی هم که خب برای حل تمرین میاد واقعا بچه هایی که میخوان به ما کمک کنن، چون درآمد مالی نداره، هم با تمرین تصدیق کنن، نمیدونم کلاس برگزار کنن، و خب هزینه که دریافت میکنن خیلی کمه. این ترم متاسفانه اون دوستانی که ترم قبل بودن دیگه اونام نیومدن، الان من دارم دنبال کسی میگردم، حتی اومدن مثلا سه نفر هستن، ولی چون جمعیت کلاس های کم زیاده من میخواستم که مثلا از شنبه تا چهارشنبه کلاس داشته باشیم که هر کس تونست بتونه شرکت کنه، ولی خب نشد دیگه. امروز دیگه لیستش رو انشاءالله تکمیل کردم و دادم آموزش، احتمال داره از دوشنبه، حالا دوشنبه که شما چیز ندارین، حل تمرین ندارین، حل تمرین کلاس ما شنبه هاست، از شنبه هفته آینده کلاس حل تمرین شروع میشه. این که دیر شد همه اینا به خاطر این گفتم توضیحاتو، دیر شد به خاطر اینه که حل تمرین یکم هزینش
که به استادش میدن پایین تر از تیه. به خاطر این اون دوستانی که قبلا میومدن دیگه این ترم قبول زحمت نکردن، یکم به مشکل خوردن. 6 تا 7 نیم کلاس حل تمرین کلاس ما 6 تا 7 نیم هستش. شنبه ها 6 بعد از ظهر تا 7. امروز نه، امروز نه، از شنبه هفته آینده. کلاس ها که تا چیز دیگه، آخرین کلاس دانشگاه که تا 5. خب اشکال نداره، یه جلسه برید، یه جلسه برید، مشام تا ششونی، خب هر مشکل نداره، یه جلسه برید. یا مثلا من آقای کاظمی رو میگم داخل چیزیه نظرسنجی بذاره داخل کانال تلگرام و ببینیم چه ساعتی راحت تره. حالا ممکنه ایشون ساعت از 6 بیاد 6:30 که اصلا 7 شروع کنه، مشکلی نداره. تاریخش رو اول ترم گفتم. خب اون تایم اون روز پنجشنبه بالاخره استاد حل تمرین باید بتونه بیاد. تاریخ میان ترم رو نگفتم. آزمون میان ترم نگفتم. میان ترم دوشنبه بهتون میگم. میان ترم دوشنبه بهتون میگم. یکم گفتم. آدرس کانال EMAUT1. خب اینو گفتم که بدونید که دیر شد این ترم به خاطر این مشکلات این شکلی. خب اما بیایم سراغ ادامه. پس چیز سری توانی فرقش با سری توابع مختلط اینه که سری توانی سری توابع مختلط هست ولی یه فرم شناخته شده. فایل جلسه هم بخونید بذارید لطفاً. فایل‌ها رو گذاشتم آقای من استاد، فایل جلسه قبل رو هم توی کورسس گذاشتم هم تو کانال تلگرام گذاشتم. ریاضی مهندسی رو من اول از همه اتفاقا میذارم، نگاه کنم شک کردم. ریاضی مهندسی جزوه فوریه نه این مالی چیز دیگه بود. ریاضی مهندسی کامپلکس فانکشن نذاشتم. آره توابع مقدماتی رو نذاشتم حقشون. میذارم زودتر گفتیم چرا من نذاشتم. میدونی با اون ریاضی چیز اشتباه شد. خیلی خوب. اما مثال گفته که شعاع همگرایی این سری رو تعیین کنید. الان ملاحظه میکنید سری توانیه دیگه. ببینید این همون آن است، این هم همون زد منهای زد صفر به توان ان است. الان سریتون یه سری توانیه. برای بررسی همگراییش کافیه این حد رو حساب کنید، حد آن به اضافه یک به آن وقتی ان به سمت بی نهایت میل کنه، که این حد رو حساب کنید میشه حد شناخته شده یه ای که این دو بی خوده، که شعاع همگراییتون نهایتاً میشه کوچکتر از یک. ایو اینجا اشتباه شده، زد منهای یک گفتیم میشه کوچکتر از یک پیوم که میشه یک ایوم. زد منهای زد صفر، زد صفرتون هم تو این سوال یکه، این میشه یک ایوم میشه شعاع همگرایی، این هم میشه همون قرص همگراییتون. به این صورت کافیه اون دنباله آینه رو جدا کنید از داخل اون سری و ازش حد بگیرید و بتونید شعاع و حالا چیزهایی که احتیاج دارید رو به دست بیارید، قرص همگرایی، شعاع همگرایی و از این چیز. خب پس تا اینجا ساده بوده دیگه، بقیهش هم ساده سرده. این نکته مهمیه. ببینید ما به صورت کلی نمیتونیم از جملات یک سری انتگرال یا مشتق بگیریم. مثلا این سری به عنوان مثال این یه سری از توابع مختلط FNZ.
خب مثلا به شما گفتن مشتق این رو حساب کنید، یعنی چی؟ یعنی dz fnz رو حساب کنید. این رو شما نمیتونید بگید که میشه این، یعنی مشتق بیاد داخلش از تک تک جملاتش مشتق بگیرید، این همیشه برقرار نیست. یا اگر گفته باشن انتگرال سری fnz رو حساب کنید، این با این معادل نیست که انتگرال یه دفعه بیاد داخل سری و از تک تک جملات سری انتگرال یا مشتق بگیرید. خب این همیشه برای سری های توابع مختلف، سری های بی نهایت برقرار نیستش. در چه زمانی برقراره؟ زمانی برقراره که جملات سری داخل قرص همگراییشون تحلیلی باشن. اگر جملات یک سری توانی داخل قرص همگراییش تحلیلی باشه، اون وقت شما مجازید که اون دوتا کاری که توی اون صفحه نوشتم رو انجام بدید، یعنی از جملاتش تک تک مشتق بگیرید یا خواستید انتگرال بگیرید ازش انتگرال بگیرید. پس در چه حالت؟ اگر جملات سری توانی داخل قرص همگرایی خودشون چی باشن؟ تحلیلی باشن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت میتونید مشتق یا انتگرال بگیرید. پس اگر به شما گفتن به عنوان مثال از یک سری بیا مشتق بگیر، اول باید ببینی اون عددی که مثلا گفتن در نقطه زد صفر مشتق بگیر، باید ببینید اون نقطه زد صفر توی شعاع دلاله می نویسه. اگر گفته باشن مشتق بگیر، باید ببینید مثلا تو نقطه زد صفر گفتن دی به دی زد اف زد صفر رو حساب کنید. حالا این اف یه سری مختلفه، گفتن اینو حساب کنید. باید ببینید این زد صفر داخل قرص همگرایی هست یا نه. اگر داخل قرص همگراییتون بود، اون وقت میتونید ازش توی اون نقطه مشتق بگیرید. یا مثلا گفته بودن از یه سری توانی، این اف رو اینجا بنویسم، منظورم از اف زد اینه. خب اگر گفته باشن از این سری انتگرال بگیر، زمانی میتونی انتگرال بگیری که مسیر انتگرالی داخل قرص همگرایی باشه. مسیر انتگرال گیری سی داخل قرص همگرایی باشه در این حالت. پس چه موقع میتونم از جملات سری جمله به جمله مشتق بگیرم؟ وقتی که اون نقطه‌ای که میخوام مشتق رو داخلش حساب کنم داخل قرص همگرایی باشه. چه موقع میتونم از جملات یک سری انتگرال بگیرم؟ زمانی که مسیر انتگرال گیریم داخل قرص همگرایی باشه. مثال 7 رو با هم ببینیم. گفته فرض کنید سی یه خم ساده از نقطه آی دوم تا منهای یک دوم باشه. یعنی کجا؟ اینجا آی دومه، منهای یک دوم هم کجاست؟ اینجا. گفته یه خم ساده از آ منفی آی دوم تا آی دوم، مثلا یه همچی میخوام. خب اینجا را من مثلا بذارم یه منفی یک، اینجا آی، اینجا هم منفی آی، درست؟ گفته که سی یه خم ساده است از منفی یک دوم تا آی دوم داخل دایره‌ای به مرکز صفر و شعاع یک، یعنی این دایره‌ای که اینجا هست، شعاع یک به مرکز صفر. این مسیر انتگرال گیریه داخل چیه؟ داخل این دایره است. سری مختلفتون هم به این صورتی که اینجا ملاحظه میکنید، اف زد به این صورت، یه سری توانی هم هستش، درسته؟ زد منهای زد صفره. آینتون اینه، کجا بنویسم؟ آین یک به روی دو اینه به اضافه یک، زد صفرتون هم صفره. اگر اینو بخواید با همون حالت آین زد منهای زد صفر به توان این مقایسه کنید، آینتون یک به روی دو ان به اضافه یک، زد صفرتون هم اینجا چنده؟ صفر، درست؟ خیلی خوب. حالا گفته که اول بیاید از این سریه داخل روی این خم ساده انتگرال بگیرید، مشتقش رو هم در یک دوم به دست بیارید. من قبل از اینکه بیام مشتق انتگرال بگیرم، اول باید چک کنم ببینم این مسیر، این مسیری که داخل دایره هست و این نقطه‌ای که گفته مشتق رو توش حساب کن، در قرص همگرایی این سری توانی هست یا نه.
پس اول باید قرص همگرایی رو حساب کنم. قرص همگرایی شعاعش با این رابطه بود، همون آری که داشتید، یک پیوم سری آن تقسیم بر آن به اضافه یک. اینجا گیج نشید، پی تعریفی که صفحه قبل داشتیم این بود، سری مثلا بخوام قدر مطلق آن به اضافه یک به آن. خب گیج نشید، اینجا نوشته یک پیوم، اینو عکسش کرده، آن به اضافه یک به آن بوده، نوشته آن به آن به اضافه یک، پس اینجا گیج نشید. این به خاطر اینکه اصلا دنبال شعاع همگرایی بوده. آن هم که مشخصه، حدش رو حساب کرده شده یک. خب یعنی قرص همگرایی شما دقیقا همینه، اندازه ی زد کوچکتر از یک. این مسیرتون که داخل این قرص همگرایی هست. چرا؟ چون خود صورت سوال گفته، گفته یه خم ساده از این نقطه تا این نقطه داخل دایره، مسیر انتگرال گیری داخل دایره است. پس من مجازم که جمله به جمله از اون جملات سری توانی انتگرال بگیرم. اما مشتق گفته در نقطه یک دوم، باید ببینید یک دوم داخل قرص همگرایی هست یا نه. آره یک دوم اینجاست دیگه، این یک دوم داخل قرص همگراییه، میتونم مشتق هم بگیرم، پس این کار رو انجام میدم. اگر ملاحظه کنید، من میخوام انتگرال اف از دی از رو روی این مسیر سی حساب کنم. ولی گفتم مجاز نیستیم که همیشه انتگرال رو بیاریم داخل، ولی اینجا چون مسیرتون داخل قرص همگرایی هست، مجازیم به این که انتگرال بیاد کجا؟ بیاد داخل، که این کار هم انجام شده. این زد ان انتگرال زد به توان ان دی زد انتگرال اومده داخل سری، انتگرالش هم راحته دیگه، میشه زد ان به اضافه یک تقسیم بر ان به اضافه یک از نقطه آی دوم تا منفی یک دوم، مقدار گرفته و انتگرالش حساب شد. مشتقش هم به همین صورت، من اگه بخوام مشتق بگیرم، همیشه مجاز نیستم که جمله به جمله از جملات سری مشتق بگیرم. ببینید این خود سریه بود، باز اینجا بنویسم سریه این از فکر کنم یک بود بالا، این از صفر تا بی نهایت زد این دو این به اضافه یک. من میخوام این رو حساب کنم دیگه، اف پریم در نقطه یک دوم آی، بالا یک دوم بود، آها اینجا یه آی بذاریم، پس احتمالا پس فرق نمی کنه چه یک دوم چه یک دوم آی، هر دو داخل قرص همگرایی هستن. حالا نکته اینه افیریم رو که میخوام حساب کنم، میتونم مشتق رو بیارم کجا؟ بیارم داخل، یعنی دی به دی زد اف حالا یک دوم آی، من میتونم از تک تک جملات سری اینجا دی به دی زد زد ان زد در نقطه من در نقطه آی دوم میتونم مشتق رو بیارم داخل، چون نقطه آی دوم داخل چیه؟ قرص همگرایی هستش. اینجا هم ملاحظه کنید مشتق اومده داخل، شده ان زد به توان ان منهای یک در نقطه آی دوم. پس به طور خلاصه اگر خواستید از یک سری توانی مشتق یا انتگرال بگیرید، برای انتگرال مسیر انتگرال گیری باید داخل قرص همگرایی باشه، نقطه ای هم که میخواید مشتق رو حساب کنید باید داخل قرص همگرایی باشه. خب اگر از این مثال سوالی داریم بگید براتون. روی دایره باشه حساب نیست، مسیر روی دایره باشه. یا نقطه نقطه برای مشتق روی دایره. ببین روی دایره چه اتفاقی میفته؟ روی دایره جاییه که نمیتونیم بگیم سری همگراست یا واگرا. نه، اگر روی حالا اون مرز دایره باشه، نه میدونید اون رو میدونید کجا میشه؟ دقیقا جایی میشه که آزمون نسبت میگه نظری نمیشه داد، نمیشه گفت واگراست، نمیشه گفت همگراست. اگر روش روی دایره بتونیم مثل همون همگرایی مطلقه که تو مثال نشون دادیم بتونیم بگیم همگراست، آره، ولی اگر نتونیم همگراییش رو بررسی کنیم مجاز نیستیم که استفاده کنیم.
اگر داخل باشه که 100% همگراست ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای نقاطی که روی دایره هستن باید چک کنیم ببینیم برای نقاط روی دایره سری همگراست یا واگرا. خواهش میکنم. از این مثال سوالی داریم؟ نکته ای؟ بله؟ اما بست تیلور، بست تیلور توی توابع مختلط دقیقا شبیه به همون بست تیلور توی توابع حقیقی، یعنی اتفاق خاصی نمیفته. بست تیلور حالا توی توابع مختلط یا توابع حقیقی برای یه تابع کارش اینه که میاد یه تابع دلخواه رو حول یک نقطه مشخص با یک چند جمله‌ای تقریب میزنه. این کل کار سری تیلوره، حالا چه تو توابع حقیقی چه تو توابع مختلف. پس یک تابع دلخواه رو در یک نقطه مشخص حول یک نقطه مشخص با یک چند جمله‌ای تقریب میزنه. حالا اون چند جمله‌ای که داره تقریب میزنه یه سری توانیه، یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بگم یه تابع دلخواه حول یک نقطه مشخص رو میاد با استفاده از یک سری توانی تقریب میزنه. هم تو توابع حقیقی ما اینو داریم هم توی توابع مختلف. این قضیه‌ای که می‌بینید مربوط به از توابع حقیقی هستش. میگه فرض کنید تابع F در حوزه R شامل نقطه Z0 تحلیلی باشه. ببینید این نقطه برای ما مهمه چون تو سری لورانت دقیقاً عکس اینو داریم. اینجا میگه تابع F در حوزه R شامل نقطه Z0 تحلیلیه، یعنی تابع F در اون نقطه Z0 هم تحلیلیه در یک ناحیه R شامل نقطه Z0. حالا اینو میگم چون ذهنتون آماده بشه. توی سری لورانت این نقطه Z0 نقطه‌ایه که تابع داخلش تحلیلی نیستش. فرق سری تیلور و لورانت تو همینه. سری تیلور حول یک نقطه‌ایه که تابع در اون نقطه تحلیلیه، تو سری لورانت که بعد از این براتون بگم حول یک نقطه Z0 که تابع تو اون نقطه تحلیلی نیستش. به خاطر همین دارم میکنم چون این دوتا سری رو فقط از روی همین میشه تشخیص داد. تا سری تیلور برای یک تابع حول یک نقطه Z0 نوشته میشه که تابع F توی اون نقطه Z0 تحلیلی. تابع F رو میشه داخل این قرص زد منهای Z0 کوچکتر از A، یعنی همون قرص همگرایی با سری زیر معادل کرد. این عبارتی که اینجا میبینید باز شده یه همینه. M از صفر تا بی نهایت F N در نقطه Z0 مشتق N N فاکتوریل زد منهای Z0 به توان N. این عبارتی که بالا هست باز شده همین سری توانی پایینی. ملاحظه میکنید این الان یه سری توانیه. چرا؟ چون این جمله آن دیگه، درست؟ یعنی همون آن زد منهای Z0 به توان N. پس سری تیلور میاد یک تابع دلخواه رو حول یک نقطه Z0 که تابع در اون نقطه تحلیلیه با یک سری توانی معادل میکنه. این کار سری تیلور هستش. پس اگر من بخوام سری تیلور یه تابع رو حساب کنم باید مشغول یک نقطه Z0 که Z0 نقطه تحلیلی تابع هم هست، باید مشتقات متوالی تابع رو حساب کنم تو اون نقطه مقدارش رو به دست بیارم تا بتونم سری تیلور اون تابع رو بسازم. اما مثل توابع حقیقی ما یک سری توابع معروف داریم که سری تیلور بقیه رو از روی اینا محاسبه میکنیم. اینا رو باید بلد باشیم. میخواستم بگم حفظ باشیم، تو دوران مجازی خب حفظ بودن یه خود بیمانیه. اینا رو باید بلد باشیم. با استفاده از اینها میتونیم سری تیلور بقیه توابع رو به دست بیاریم. یکیش
تابع اکسپوننشیاله، سری تیلورش رو ملاحظه میکنه. دقیقا با همون سری حقیقیش یکیه، فقط به جای x z گذاشته. سری سینوس z رو هم ملاحظه میکنید، کوسینوس z رو ملاحظه میکنید، یک به روی یک منهای z رو ملاحظه میکنید و یک به اضافه z به توان p. اما من میخوام یه صحبت دیگه الان داشته باشم در مورد شعاع همگرایی اینا. ببینید گفته شعاع همگرایی این سری بی نهایته. یعنی چی بی نهایته؟ این چه مفهومی رو به ذهن شما میرسونه؟ همه جا همگراست. خب دیگه درسته، همه جا هم سریش در هر نقطه‌ای به ازای هر نقطه‌ای همگرا میشه. دیگه چی؟ آها، این که گفته شعار همگرایی مساوی با بی نهایت یعنی چی؟ آقای غفاری یکیشو گفت، همه جا همگراست. شعار همگرایی محدوده همگرایی سری رو نشون میداد دیگه، یعنی سری همه جا همگراست دیگه. توی شو آره دیگه، کلن اونا که بله کلن همگراست دیگه. آره، شعاع همگرایی یک سری، قرص همگرایی یک سری برای سری توانی، الان بالا داشتیم بحث میکردیم دیگه، چی رو میتونه به ما بده؟ یعنی توی اون اینطوری بذار بگم، تو اون قرص همگرایی تابع چه ویژگی داره؟ تابع سریه چه ویژگی داره؟ آفرین، همه جا تحلیلیه. دقیقا وقتی میگه شعاع همگراییش، الان گفتیم سریه توابع، سری توانی یا سری توابع مختلط توی اون قرص همگراییشون تحلیلی هم. الان در مورد مشتق و انتگرال داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم یک سری توانی در قرص همگراییش هم تحلیلیه. وقتی میگید قرص همگرایی یا شعاع همگرایی بی نهایته، یعنی این تابع همه جا تحلیلیه. خب ما چیزی غیر از اینم نباید انتظار داشته باشیم. چرا؟ چون سری که اینجا نوشتیم برای چه تابعیه؟ برای تابع ای به قوه زد. تابع ای به قوه زد هم همه جا چی بود؟ تحلیلی بودش، درسته؟ تابع تام بود. خود تابع ای به قوه زد یه تابع تامه، همه جا تحلیلیه. پس شعاع همگراییش هم انتظار داریم بی نهایت باشه. برای سینوس و کوسینوس هم دقیقا به همین صورت، توابع مقدماتی مختلط سینوس و کوسینوس هم تام بودن، یعنی شعاع همگرایی اینها بی نهایته. اما پایینی، یک به روی یک منهای زد، این گفته شعاع همگراییش یک، یعنی داخل این دایره، اندازه زد کوچکتر از یک، داخل این دایره همگراست، درسته؟ خب یعنی چی؟ اینجا چی رو به ما میرسونه؟ یک به روی یک منهای زد داخل این دایره همگراست. یعنی داخل این دایره چطوریه؟ چیه؟ چه ویژگی داره؟ اینا که دارم میپرسم چون میخوام ازش استفاده کنم، میخوام با شما پیش برم. تحلیلی، دقیقا همین یک کلمه، تحلیلی. تابع داخل این شعاع همگرایی این سری یکه، یعنی تابع داخل این قرص همگرایی تحلیلی، داخل این دایره همگراییه. معذرت میخوام، داخل این دایره سری همگراست. حالا چرا؟ واضحه، الان یه تابع گویاست دیگه. تابع گویا گفتیم نقطه غیر تحلیلیش کجاست؟ نقطه زد مساوی با یک غیر تحلیلیه، ریشه مخرج تابع میشه غیر تحلیلی. حالا من سوالم اینه، من الان میگم اندازه زدهای کوچکتر از یک همگراست. خیلی خوب، بذارید من با یه رنگ دیگه مرزشو قرمز بکشم. ببین این دایره به شعاع یک، درسته؟ اینجا داخلش اندازه زدهای کوچکتر از یک همگراست، درسته؟ اینجا همگراست.
روی زد اندازه زد مساوی با یک، یعنی کجا؟ یعنی روی این قرمزه. خب نقطه ایه که نقطه غیر تحلیلی، خب اینجا که تحلیلی نیستش. اما بیرونش چی؟ اینجاها چی؟ یعنی کجا؟ یعنی اندازه زد اکیداً بزرگتر از یک چی؟ اندازه زد کوچک، اکیداً کوچکتر از یک، تحلیلی. خب روی مرز دایره یعنی اندازه زد مساوی با یک، غیر تحلیلیه چون ریشه مخرج. اما برای زدهای بزرگتر از یک چی؟ اونجایی که سبز کشیدم بیرون این دایره تکلیف چیه؟ اونجا تحلیلیه یا غیر تحلیلیه؟ نه واگرایی همگراییش رو نمیخوام. الان سری که به دست بیاریم، سری که الان به دست آوردیم برای اندازه زدهای کوچکتر از یک، داخل این سریه، داخل این دایره همگراست. برای اندازه زدهای بزرگتر از یک چی؟ تحلیلیه، غیر تحلیلیه؟ نه علامت سوال نذارید، اطمینان بگید. تحلیلیه، آره دیگه. اندازه زدهای بزرگتر از یک تابع تحلیلیه، یک به روی یک منهای زد تحلیلیه. ولی بستی که الان نوشتیم، بست تیلوری که نوشتیم، برای اندازه زدهای کوچکتر از یک. چرا نوشتم کوچکتر از یک؟ چرا نوشتم بزرگتر از یک؟ امین آمون پرستم که هی ذهنتون برگرده به عقب. الان گفتیم برای اندازه کوچکتر از یک تحلیلیه، بزرگتر از یک هم تحلیلیه. حالا چرا من به جای این که بنویسم مثلا بزرگتر از یک، چرا نوشتم کوچکتر از یک؟ نوشتم بزرگتر از یک. چه مشکلی پیش می اومد؟ چون کوچکتر از یک همگراه. کوچکتر از یک همگراه. برای بزرگتر از یک، یک به روی یک منهای زد فقط در نقطه زد مساوی با یک غیر تحلیلیه دیگه. وقتی میگید اندازه زد اکیداً بزرگتر از یک، یک که داخلش نیست، تابع تحلیلیه. خب حالا چرا تو سریه من نوشتم اندازه زد کوچکتر از یک؟ چون کوچکتر از یک تحلیلیه. آره کوچکتر از یک تحلیلیه. میخوام برگردید به عقب، به صفحه قبل. به صفحه قبل برگردیم، چون میخوام بعدن سری لوران رو بگم این کار رو کردم. ببینید بست تیلور میگه داخل این قرص، داخل این قرص دایره اندازه زدهای بزرگتر از یک قرص نیست. اندازه زدهای بزرگتر از یک قرص نیست. اندازه زدهای کوچکتر از یک قرص، یعنی این میشه قرص همگرایی. اندازه زدهای بزرگتر از یک رو بعداً بعد از بست تیلور براتون میگم. اندازه زدهای بزرگتر از یک هم تابع تحلیلیه، ولی اونجا سری چی رو داریم؟ سری لورانت رو داریم. برای سری تیلور فقط قرص داریم، غیر از قرص چیز دیگه ای نداریم. برای سری تیلور فقط قرص داریم، قرص همگرایی، یعنی غیر از دایره هیچ چیز دیگه ای نیست. اما برای سری لورانت غیر از قرص چیزای دیگه ای هم داریم، یعنی ممکنه رینگ باشه، یا ممکنه مثل اینجا اندازه زدهای اکیداً بزرگتر از یک اصلا به سمت بی نهایت داره. درست؟ پس اینو الان گفتم که یه تفاوتی بین این دوتا بعداً قائل بشیم. اندازه زدهای کوچکتر از یک طبق تعریف سری تیلور قرص، سری تیلور فقط در قرص تعریف میشه. اندازه زدهای بزرگتر از یک هم سری تحلیلی هستش، ولی قرص نیستش. پس ربطی به سری تیلور نداره. پس تا الان دو تا چیز رو بهتون گفتم. به سری تیلور حول نقطه تحلیلی زد صفره، که توی سری لورانت بعدم خواهم گفت این نقطه زد صفر نقطه غیر تحلیلی تابعه. سری تیلور فقط حول نقطه، سری تیلور فقط در قرص همگرایی. سری لورانت میتونه غیر از قرص هم باشه، مثلا میتونه رینگ باشه، یا مثل اینجا یه
مکان هندسی بی نهایت باشه، ولی سری تیلور حتما داخل چیه؟ دایره است. اون ناحیه همگرایش فقط داخل دایره است. اینجا هم به این صورت. حالا این چرا کوچکتر از یکه به دست اومده؟ اینو میتونید با همون سری که تعریفی که اونجا داشتیم بررسی کنید. اینجا میخواید بنویسم واضح، البته میدونم میدونید، برای توضیح بیشتر، یک به روی زد منهای یک بستش میشه یک به اضافه زد به اضافه زد دو الافوران، درست؟ یعنی اگر من بخوام به صورت فرم بسته بنویسم میشه زد منهای حتی دیگه زد منهای فلان هم نمیخوام، زد به توان ان، ان از صفر تا بی نهایت، درسته؟ جمله عمومی این سری توانی میشه یک. اگر بیای پی رو براش حساب کنید، آن به اضافه یک به آن، این به سمت بی نهایت میشه یک، یعنی شعاع همگراییش میشه یک پیوم میشه یک، پس میشه اندازه یه زد کوچکتر از یک. این میشه قرص همگرایی این سریه به این صورت. پس یک به روی یک منهای زد، چرا قرص همگراییش این شد یا شعاع همگراییش یک شد؟ چون جمله عمومیش یکه، هر دم ازش بگیرید میشه یک و اون قرص همگراییش میشه به این صورت. خب تا اینجا نکته ای سوالی؟ دوباره برای ای به قوه زد هم به همین صورت میتونید اون بستی که نوشتید به صورت فرم بسته بنویسید، جمله عمومیش میشه یک کاوم، حدش رو حساب کنید میشه صفر، پی میشه صفر، آر شعاع همگرایی میشد یک پیوم میشه بی نهایت، یعنی قرص همگراییش بی نهایت روی همه جا تحلیلی.